درود به دوستان بزرگوار، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. خب بعد از میشه گفت اتمام قسمت های آموزشیمون راجع به ساختار و شیوه نگارش یه مقاله اوریجینال، ما توی چند قسمت آینده توی هر قسمت یک مقاله بسیار خوب رو، یعنی من قبلش رفتم کامل خوندم مقاله رو، دیگه خیلی اوکی بود و اینا، انتخاب کردم بیایم با هم بررسی میکنیم، تطابق میدیم، ازش چیزهای جدید یاد میگیریم تا بتونیم به کار ببریم. ترجیحاً مقالاتی که انتخاب کردم توی چند جلسه آینده، هر جلسه یه مقاله دیگه، اولا از این که خیلی مجله معتبری هستن، دوم از این که واقعاً کیفیت نگارششون عالی هستش، یعنی حتی خوبم من انتخاب نکردم، عالی ها رو انتخاب کردم که یه نمونه مثلا خوبی برای آموزش هممون باشه، هم من یاد بیشتر بگیرم هم شما بیشتر یاد بگیرید. پس این رو مد نظر داشته باشید. راجع به فارسی هم یه چند جلسه هم مقاله فارسی بررسی کردم. خب راستش یه سری معیارها مثلا سایت اسکور و اینا ما راجع به مقالات فارسی نمیتونیم در نظر بگیریم، چون برای نسخه های انگلیسی شه دیگه. سعی کردم از یکی دو تا مجله مشهورتر فارسی مقالاتی که خوب نگارش شدن رو انتخاب کنم و حالا با هم بررسی کنیم. ولی خب بیشتر میگم هدف ما از جلسه اولم این بود که بیشتر اصول نگارش مقالات اصیل به زبان انگلیسی رو یاد بدیم، چون فارسی خب اونقدر سخت نخواهد بود، چون زبان مادریتونه، به هر حال بلدین و فقط کافیه که اصول رو رعایت کنید و منطقی نگارش کنید. اما حالا توی قسمت انگلیسی یه سری نکات دیگه هم هست که باید رعایتش کنید. خب این جلسه از مجله بریتیش جورنال آف کانسر می‌خوایم با هم مقاله‌ای رو بررسی کنیم، تازه چاپ شده، لینکش رو توی بایو در واقع یعنی کپشن نوشتم، و از مجله از مجموعه مجلات نیچر، در واقع معتبرترین مجله در زمینه پزشکی میشه گفت همین مجلات نیچرن که حدود 60 70 تا مجله است. خب موضوع راجع به کانسر هست، طبیعتا انتظار بیشتر از اینم نبود وقتی مجله راجع به کانسره، و عنوان هست Sodium Accumulation in Breast Cancer Predicts Malignancy and Treatment Response، تجمع سدیم در سرطان پستان میتونه پیشبینی کننده بدخیمی و پاسخ به درمان باشه. موضوع یه چیز تقریبا جنرالیه، یعنی میتونیم کلیت رو بفهمیم. خوب هم موضوعشون رو انتخاب کردن. ببینید اینجا یک چیز جالبی که راجع به موضوع وجود داره و باید ما هم بهش توجه کنیم شاید به دردمون بخوره، اینه که گاهن موضوع میتونه اون مهمترین یافته شما باشه. مثلا میتونست اینجا موضوع اینجوری باشه که بررسی ارتباط تجمع سدیم در سرطان پستان به عنوان یک عامل پیشاگهی یا پیشبینی کننده بدخیمی و پاسخ به درمان، دو نقطه یک مطالعه مثلا کراس سکشنال یا کوهورت یا هرچی، اون حالت میشد. اما خب ببینید انقدر خان نویسندگان اومدن خلاقیت به خرج دادن که مهمترین یافتهشون که همون تجمع سدیم یا سدیم اکومولیشن بوده رو به صورت عنوان آوردن. فارسی مثلا یه مثال دیگه بزنم، مثلا من میدونم که مثلا پماد، مثلا چه میدونم یه پمادی، مثلا پماد هیدروکورتیزون در تسریع روند سوختگی درجه دو میتونه مفید باشه. خب عنوانمو چجوری میخوام مشخص کنم با توجه به اینکه موضوعم جذاب باشه؟ اینجوری میگم، میگم که پماد هیدروکورتیزون درمانی مؤثر در درمان مثلا یا در بهبود زخم یا سوختگی های درجه دو. حالا یه حالت دیگه میتونستم بگم دیگه، چه حالتی بود این که بیام مثلا بگم که مثلا بررسی اثر بخشی پماد هیدروکورتیزون الاخر. پس ببینید این اولین چیزیه که میبینید توی یه مقاله به این معتبری به چشم میخوره، عنوان کیورد بسیار کیوردی بسیار جالب و پیام رسان و واضح. کاملا من فهمیدم این مقاله میخواد چی رو بگه و الان من کنجکاوم و احتمالا شما هم کنجکاوید که با چه کارهایی به این رسیدن، تو آدم بوده، تو حیوان بوده، تو اصلا آزمایشگاه بوده، بعد چقدر این دقیقه، بعد چجوری به این نتیجه رسیدن و چیزهایی از این دست. پس ببینین چقدر میتونه نگارش یا عنوان خوب تاثیرگذار باشه در ترویق خواننده و حتی داور، چون طبیعتا اول داور اینو خونده، الان تاییدش کرده، اکسپت شده که ما میتونیم بخونیمش دیگه. بسیار خوب، ابسترکت رو میبینیم، یه نگاه کلی بهش بندازیم. ابسترکتشون بک‌گراند یا اینترودکشن داره، متدز داره، ریزالتس داره و کانکلوژن. درسته طبق همون الگوریتمیه که خوندیم. حالا میگم بک‌گراند، میگم ببخشید ابسترکت رو یه کوچولو نگاه میکنیم، اما کیورداشون رو
حالا نمیدونم طبق استایل مجله کجا میذارن، ولی فکر کنم صفحه بعد باشه. من هرچی نگاه کردم کیوردی پیدا نکردم. با این حساب فکر میکنم استایل این مجله کیورد رو چاپ نمیکنه یا نمیاره، جز ضروریاتشون نیست. با این حال شما اگر پیدا کردید برامون تو کامنت ها بنویسید. خب ببینیم چی گفته. بکران توی ابسترکت گفته که برست کانسر یه علت حالا مرگومیر عمده توی زنا هستش که یه سری بیومارکرهای تصویری برای تشخیصش به نظر ضروری میرسه. توی این مطالعه اینا اومدن یه روش درمانی رو با استفاده از حالا نان اینویزیو سدیم MRI بررسی کردن، تاثیرش رو تو بدن حالا اون مدل هاشون یا مدل های برست کانسری که داشتن و بررسی کردن به چه نتیجه میرسن. متدشون رو اومده گفته که اومدن از موش های ماده با یه همچین ویژگی استفاده کردن، حالا میگم چون لغت های تخصصی داره من نمیخوام واردش بشم، که اینا رو حالا برست کانسر تومور داشتن، این درمان رو گرفتن، بعد یعنی درمان شدن، بعد این امارایی که اینجا اشاره کردیم روشون انجام شده و توسط حالا میکروسکوپی فلورانس که اسمش اینجا نوشته این کار ارزیابی شده. نتایجشون میگه که غلظت سدیم امارای، حالا این اسم اون عنوان و تکنیکیه که ازش استفاده کردن، نشون داده که تجمع یا غلظت سدیم در تومورها در مقایسه با غیر تومور، مناطق غیر تومور افزایش پیدا میکنه. یعنی اسکن کردن، حالا اسکن مثلا مثال میگم اسکن رادیو کنجکتیویت مثلا این حالتی هستش که اون در واقع ماده شیمیایی رو نشاندار میکنید، میره تو قسمت تومور جمع میشه مثل پت اسکن، بعد که عکس میگیریم این خودش رو بیشتر نمایش میده. برای این دیدن که اون قسمت ها و سلولایی که تومورین تجمع سدیمشون بالاتره، خب توی مثلا مدل برست کانسر که داشته. حالا اینجا توضیحاتی رو داده، نهایتا گفته که یعنی کانکلوژنش چی بوده، گفته که ارتوتوپیک برست کانسر مدل نشون دهنده اینه که این نوع مثلا تجمع سدیم میتونه یک بیان کننده از مثلا قسمت بدخیمی قضیه باشه، این مالیگننسیش باشه، و نهایتا به عنوان یک عامل پاسخ به درمان و همچنین مانیتورینگ غیر تهاجمی برای مریضا به کار بره. پس این خودش نکته جالب بود. عنوان و حالا میگم ابسترکت به اندازه کافی گویا بود. حالا میخوایم قسمت به قسمت همه اینا رو بخونیم ببینیم چه جوری دیولپ کرد. اول از همه بک‌گراند رو نگاه کنیم. ببینید بک‌گراند رو با چی شروع میکنه؟ با اینکه برست کانسر چقدر خطرناکه، چه عوارضی داره و اینکه روش‌های تشخیصیش چیه و چه بیومارکرایی داره، که مختصراً چون می‌خوام به MRI بپردازم راجع به MRI صحبت کرده. پس این قسمت پاراگراف اولش به نظر منطقیه. پاراگراف دومش اومده راجع به چی حرف زده؟ اومده گفته که هدف از پیشرفت‌ها و اتفاقایی که در زمینه تشخیص برست کانسر با استفاده از پت اسکن، MRI اتفاق افتاده چه ویژگی داره. و البته اینجا از اینجا که unfortunately رو برده اومده گفته که این روش ها حالا مثلا چه محدودیت هایی دارن، چه دشواری هایی دارن یا ندارن، یا اینکه چه چیزی الان به صورت معمول اینجا it is commonly used clinically، چه چیزایی به صورت معمول استفاده میشه یا نمیشه. شاید خیلی روش های خوبی وجود داره اما متداول استفاده نمیشه. اومده همه اینا رو فعلا اینجا مطرح کرده توی این پاراگراف دوم. پس پاراگراف دوم اومده مسائل بالینی رو با توجه به رفرنس هایی که داشته به چالش کشیده. بعد اومده گفته که حالا اگه بخوایم بیایم از این روش ها فاصله بگیریم و یه روش جدیدی رو اختراع کنیم، این درمان ها یا این مثلا روش های MRI مختلف مثل NA-MRI یا سدیم MRI به وجود اومده و توصیه هم شده. میبینید همش اینا رفرنس داره. و اومده گفته که خود حالا این اهمیت این نوع MRI چیه رو توی چند جمله بیان کرده که قبلا مثلا چه کارایی باش شده، نه خیلی واضحا، مختصر اشاره کرده که تو این کارا ازش استفاده شده. در پاراگراف بعدی اومده خاص راجع به پاتولوژی NA یا سدیم در مالیگننسی یا بدخیمی ها، در کموتراپی ها، شیمی درمانی ها یه توضیح داده و مکانیسم مولکولیش که حالا اینجا میتونید کامل بخونید. میبینید تا الان نزدیک 31 رفرنس شد فقط مقدمه ها. البته خب این مقاله خاصیه، خیلی عالی نگاره شده، ولی میخوام بگم ببینید سیر معقول چقدر خوب داره پیش میره. حالا نهایتا در پاراگراف آخر گفتیم چی باید باشه در جملات آخر هدف شما. توی این مطالعه هدفشون اینه که بیان روی موش های مدل سازی رو انجام بدن
بعد با استفاده از NAMRI این رو بررسی کنن و اینکه ببینن که چطور میتونه به درد ما بخوره. حالا این شاید خیلی مثلا متداول نباشه، ولی اینم ایده جالبیه. این جمله آخر اومده گفته که اصلا این کار به نتیجه برسه چه کمکی به ما میکنه تو بالین، خیلی مهمه ها، شاید ولی متداول نباشه. مثلا میتونه باعث بشه که ما یه روشی رو پیدا کنیم که ارزونتره، غیر تهاجمیه و در دسترس مثلا همه مریضا میتونه باشه. خب پس ببینین، این یه ایده‌ایه که هم الان من میتونم ازش یاد بگیرم، هم شما میتونید بعد از آخرین جمله هدفتون که در واقع آخرین جمله مقدمتون هست، اینو اضافه کنید که اصلا ما به این نتیجه برسیم به چه چیزی نظر بالینی بهمون کمک میکنه. مثلا شما هدفتون بررسی اثر درمان دوگانه در مقایسه با درمان سگانه در ریشه‌کنی اچ پایلوری هستش، هلیکوباکتر پایلوری هستش. خب ما اگه به این نتیجه برسیم چه کمکی میکنه؟ مثلا شما میگید که میتونه کمک کنه، اگر تایید بشه که مثلا درمان دو دارویی بهتره، میتونه به ما این کمک رو بکنه که دارو اضافه تر رو مریض ندیم، هزینه کمتری به بیمه ها تحمیل شه، عوارض دارویی تو مریضا کمتر بشه، نگرانی درمانیمون و تداخلات درمانیمون کمتر شه. خب ببینید، باز این باعث چی میشه؟ باعث میشه که خواننده شما، داور شما مشتاق تر شه و اهمیت کار شما بیشتر شه. متوجه هستین؟ پس این یه چیز جدیدی که من از این مقاله دارم یاد میگیرم و شما هم توصیه میکنم اینو مد نظر داشته باشید. خب قسمت بعدی متدز هست. ببینید، چون در این کار ما کار آزمایشگاهی داریم، مثالی که الان میخوام بهتون بگم همین هستش که باید مرحله به مرحله رو بگید. این یکم سخت‌تر شاید باشه نسبت به کارهای بالینی، چون کار بالینی مشخصه. ما میگیم این دارو رو با این دوز به مریض زدیم، یا مریضا این مداخله روشون انجام شد، ما اینو مشاهده کردیم و ارزیابی کردیم. این خیلی واضحه. اما تو کارهای آزمایشگاهی خیلی وقتا میگن که نه خب اینا مشخصه دیگه. نه متاسفانه، تو کارهای آزمایشگاهی باید استپ بای استپ هر کار آزمایشگاهی که میکنید با توصیف دقیقی که اون کار چی و با چه استفاده از موادی هستش رو توضیح بدید. مثلا تو این کار ما سل کارچر یا کشت سلول داریم، باید بگید کشت سلولتون از چه روشیه، با چه دستگاهیه. ما اینجا گفتیم راجع به ارتوتوپیک برست تومور مدل استفاده میکنیم، برست کانسر استفاده میکنیم. باید بگی این نمونه ها از کجا میان. مثلا اینجا خودش گفته دیگه، گفته چارلز ریور لابراتوریز یونایتد کینگدم اومده دو هفته، حالا زمانم برده مثل این که پرسته، و بعد اومده تو بدن موشا کاشته شده، بعد سایز تومورا چجوری بوده، ارزیابی چجوری بوده، وزن حیوانا چقدر بوده و الی آخر. ببینید خیلی باید دقیق اینا رو بگین، چون کار آزمایشگاهیه و باید بدونید. بعد اینکه چه درمانی انجام دادین، مثلا این درمانا رو انجام دادیم با تعداد، مثلا دو تا موش اینجوری بودن، سه تا موش اونجوری شدن، چهار تا موش، یا حتی بیماری که داشتید. نهایتا اینکه این MRI که میخواید انجام بدید چی هست، چه روشیه و چه جوری ارزیابیش میکنید، کامل توضیح میدید. حتی میگم مثلا نگاه کنید نوع دستگاه، اینکه دستگاه مال کدوم کشوره، کدوم ورژنش هست و بعد بگید. واقعا اینا مهمه، چون که هم اکورسی یا دقت کار شما رو بالا میبره، جنرالایز ابیلیتی شما کار شما رو بالا میبره، اینترنال و اکسترنال والیدیتی کار شما رو بالا میبره. پس اینا مهمه، چیزایی نیست که از سرش بشه گذشت. گفتم بهتون متد یه پل بسیار محکمه بین مقدمه و ریزالت شما است. بعدن اومده گفته که خب حالا این عکس برداری که شده، اکس ویو اس پی اف آی فلورنس ایمیجینگی که شده چه جوری بوده، با استفاده از چه داروهایی یا حالا چه محلولهایی، با چه وزن مولکولی بوده. حتی بعد اومده تمام روش‌های دیگه‌ای که در کنار تصویربرداری ازشون استفاده کرده رو گفته. و حالا این مربوط به ریزالت، الان بیشتر بررسیش می‌کنیم پایین‌تر. تک تک روش‌ها رو گفته، حتی ایمونو هیستوکمستری رو گفته، اگه اشتباه هیستوکمستری رو گفته. نهایتاً دیتا آنالایزشون رو که گفته که مثلا از چه آنالیزهای استفاده کردن، چه آزمون‌هایی، چه مثلا چیزهایی رو سنجیدن و ما قراره تمام چیزهایی که اینجا می‌بینیم رو تو نتایج مشاهده کنیم. اوکی باش. خب حالا اینا تصاویر اینجا اومده، هنوز ریزالت شروع نشده، آگاهن این صفحه ها پیش و پس میشه. ریزالت از اینجا شروع میشه. خب هر قسمت ریزالتو که مطرح کرده اومده دونه به دونه تیت زده، یعنی ساب هدینگ زده، گفته که مثلا NAMRI revealed elevated tumor sodium in preclinical module of triple negative breast cancer، توضیح داده، بعد ارجاع داده، گفته شکل 1A تا 1C اینو نشون میدن، شکل مثلا 1B تا 1E اینو نشون میدن، الی آخر. میبینید تک تک چیزایی که اینجا
ریزالت ریپورت کرده، اومده با شکل و جدول مثال بهمون نشون داده. بریم بالا شکل رو نگاه کنیم از اول. اینجا میبینید اینجا بی و سی و اینا داره، این شکل هاست دیگه، شکل ای و بی و سی داره. اومده با استفاده از اون آزمونایی که انجام داده، شکلش هم حتی به صورت عکس گذاشته برامون، گفته که غلظت سدیم توی مثلا اون سلولای تومور که قرمزن و اون سلولای غیر تومور که آبیان چطور تفاوت پیدا کرده. ای و بی و سی زده و مهمتر از همه کپشن زده، توضیح داده. مثلا الان من الان نمیفهمم مثلا اف چیه، رندوم، این اف یعنی چی؟ بریم اینجا نگاه کنیم اف رو چجوری توضیح داده. اینجا گفته سدیم سیگنال نگتیولی کورلیتد وید ای دی اس اکراس اول ریجن، یا همه مناطق، که توضیح هم داده به توی چند تا موش این نمونه بوده. حالا میگم بچه‌ها من الان کانتکست علمیشو نمیخوام براتون باز کنم، میخوام بگم ببینید دقت نگارش، شفافیت و وضوحی که این نگارش داره چقدر خوبه. هر چی تو متن میبینی که ارتباط به این تصویر داره وجود داره و هر توضیحی که میتونه از ناهماهنگی این شکل یا تصویر بکاهه وجود داره. بنابراین یه چیزی هستش که کاملا سرراست استریت فوروارد به ما جواب میده. پس این خودش نکته مثبتی هستش. حتی ببینید مثلا روش آزمایشگاهی که انجام دادم، مثلا نکن اینو یه موش، اینجا برست کانسر تومور هستش، اومده مثلا اندازه‌گیری کرده، بعد اومده توسط این میکروسکوپ حالا مثلا دیتکشنش کرده، اینا رو به صورت حتی تصویری نمایش داده که باعث درک بهتر من خواننده میشه. یا حتی اومده این روش آزمایشگاهی که حالا نوشته سدیم یون سلکتیو مایکرو الکترود هستش رو برامون اینجا کشیده که چجوریه، مثلا امپلیفایرش اینجاست، یه سیمش داخل محلوله، یه سیمش اینجاست. به صورت تصویری حتی به ما نشون داده که کارشون چی بوده و این خیلی ارزش کار رو بالا میبره، شاید دو سه برابر کنه. همونطور که دیدین توی هر قسمت از ریزالت ساب هدینگ زده، مثلا قسمت دوم نما کنید نمیشه سودیوم MRI improves the predictive potential of ADC for the classification of malignant lesions، توضیح داده چیه، بعد اومده دوباره ادامهش گفته منظور چیا هستن و حتی میدید دوباره با شکلهایی اینو ساپورت کرده و حتی نمودارهایی. باز میگم الان یه نکته که اینجا هست، این شفافیت و اینایی که گفتم به کنار، شاید براتون سوال بشه که آقا این الان 20 تا نمودار رو شکل شد، که گفتم بهتون یه مقدار این انعطاف داره، بعضی مجلات محدودیت دارن. اون 5 تا شکل، 5 تا نمودار که گفتم یه قانون کلی بود و خب یه کاری به این گستردگی و این اهمیت که تو نیچر چاپ میشه، طبیعتاً شکل‌های بیشتر، جداول بیشتر با اثبات‌های علمی بیشتر داره. چون من اینو از تو نیچر استخراج کردم، میتونم فردا بهش ریلای کنم، کار بهتری انجام بدم. یه رفرنس علمی، یه رفرنس معتبر علمی در سراسر جهان ما هستش، بنابراین نمیشه چیز الکی باشه. و من خواننده الان شاید به این کار ایراد بگیرم، حتی وجود داره با توجه به اینکه این کارا هم تو نیچر چاپ شده بهش ایراد میگیرن، کارسپاندر مینویسن، ادیتوریال مینویسن، لتر مینویسن، آقا این مثلا نمودارا کمه، اینو باید اضافه میکردی، و نویسنده‌ها تو نسخه دیگه اضافه میکنن. پس حواستون به این نکته هم باشه. باز میبینید الان فکر کنم تا الان 30 تا شکل و نمودار شد، حتی نمودارا هم اینقدر کوچولو کوچولو کردن کنار هم گذاشتن که بیشتر بشه بهشون پرداخت و ریزالت نسبتا طولانی داره. ما نمیخوایم بخونیمش چون موضوع تقریبا میشه گفت فوق تخصصی برای بچه‌ای که علاقه دارن. خب بریم دیسکاشنشون رو ارزیابی کنیم. دیسکاشنشون رو چجوری شروع کردم؟ ریزالتشون که خیلی مفصل و کامل بود. اول از همه ببینید کدوم تایپ دیسکاشن شروع کرد. گفت دو تا تایپ دیسکاشن داره دیگه. اولین تایپ رو استفاده کرد، گفت this study is the first to demonstrate الاخر. اول از همه اومده شروع کرد، گفت آقا اصلا هدف مطالعهشون چی بوده، مهمترین یافته‌هاشون چی بوده، بعد به مقایسه پرداخته بین مطالعه خودشون و مطالعات موافق و مخالف. خب پس از روش اول گفتیم استفاده کرده، حالا اومده به ترتیب حدود تقریبا یه پاراگراف این حد توضیح داده که فقط اصلا کار چی بوده و به چه چیزایی رسیدن. خب تا اینجا مشکل نیست. بعد شروع کرده از اینجا this finding broadly confirmed the first time in the randomized control interventional study design الى آخر. مقایسه هاش از اینجا شروع میشه، یعنی گفته که حالا این مطالبی که ما پیدا کردیم به عنوان مین فایندینگمون با اینها همپوشانی دارن، تایید کننده این حرفای اینا هستن. رفرنس 12 و 13، نکته جالبی که وجود داره رفرنس 12 و 13 تو کجا بودن؟ تو اینتروداکشن بودن. پس ببینید چقدر این کوهیژن یا پیوستگی و کوهرنس قوی در متن هم وجود داره. بعد اومده یه تفسیر اضافه تری گفته. حالا دوباره از اینجا شروع میشه، دونه و دونه یافته های خودشون مقایسه، یافته های خودشون مقایسه، چه با اونایی که موافق بودن چه با اونایی که مخالف بودن. به ترتیب اینا رو
انجام داده، میبینید که اومده پایین و حتی نگاه کنید از اینجا که مثلا رفرنس های جدید تر میان تا حدود رفرنس 65 ادامه داشته. هرچند میبینید رفرنس های مثلا 12 16 17 13 اینا همه از اینتروداکشن بودن، بنابراین میبینید چیزایی که تو اینتروداکشن گفتن رو اینجا هم دارن یا به چالش میکشن یا به تایید میرسونن. پس اینم نکته مهمی بود که میتونیم ازش یاد بگیریم. باز میگم مطالعه کلیش به عهده خودتون، چون موضوع فوق تخصصی شاید بعضی خوششون نیاد من بشم رو بخونم، اما نهایتا جمله آخر که کانکلوژن است، این فرمت مجله کانکلوژن رو جدا نمیکنه، میذاره پاراگراف آخر که خودتون بنویسیدش. اما قبلش تا یادم نرفته راجع به لیمیتیشن، چرا این مجله حالا چون بخش جدا نداره، شاید سوالتون این باشه که چرا تا الان بهش اشاره نکرده. ببینین اگر این پاراگراف رو از اینجا an elevated sodium has importance تا این قسمت رو بخونید، خودش به یه سری محدودیت های موجود در قالب غیر مستقیم اشاره کرده، گفته مثلا یه سری کاستی ها هنوز هستش تو این زمینه و از رفرنس های مختلف هم برای تایید این حرفش استفاده کرده. میبینید که مثلا اینو گفته اینجا ها هم، بنابراین به صورت کلی بهش اشاره کرده. حتی ناکنید تو این پاراگراف دو سه بار however رو برده، یعنی یه مطلب رو گفته بعد گفته علارغم این با این حال این محدودیت ها هستن، پس اشاره کرده بهش. نهایتا کانکلوژنش گفته که این کانکلوژن، حالا از یه استایل کلی استفاده کرده، This study highlights NAMRI as a novel diagnostic biomarker for breast cancer diagnosis and readout of response to chemotherapy. خب پس در واقع این روشی که اختراع کردن حالا یا بررسی کردن برای کموتراپی، ارزیابی کموتراپی خوبه، شاید برای رادیوتراپی چیز خوبی نباشه و توضیحاتی هم داده. حالا باز یه چیزی که هست، شاید اینجا نگاه کنید آقا رفرنس داره کانکلوژنش، میگم میشه رفرنس هم داشته باشه ایبی نداره، ولی خب متداول نیستش و خب توی همچین مورد خاصی فقط شما میتونید این رو ببینید. بعدش هم که دیگه حالا بخشای دیگر رو نوشته، دیتا اویلیبیلیتی رو نوشته، این دیگه فرمت مجلات با هم متفاوته، بررسی نمی کنیم، و ریفرنس رو یا همون رفرنس ها رو نوشته. حالا اینکه رفرنس ها چی هن رو بعدا با هم بررسی میکنیم، یعنی الگوهای رفرنس نویسی رو. نالجمنت یا تقدیر و تشکر رو نوشته، مشارکت نویسنده ها، فاندینگ یا حالا سرمایه که تو کار بوده و کسی انجام داده، اتیک اپرووال و رضایت شرکت، و حالا چیزایی از این دست که اینا قالبای خود مجله است. ببینید راجع به اتیک اپرووال بیشتر مجلات میگن که اینو داخل متن تو قسمت متد متریالتون برید، این مجله این فرمت رو نداره. بازم میگم تفاوت فرمت مجله است و نهایتاً چیزای حالا اوپن اکسس و این چیزایی که مربوط به قالب مجله است. حالا میگم اون چیزایی که ما بررسی میکنیم بیشتر چیزای ساختارشناسی هستش، متدولوژیک و شیوه نگارش هست. حالا اینکه یه مجله مثلا به جای اینتروداکشن می‌نویسه بک‌گراند، این فرقی نداره دیگه، شما محتوا رو بلد هستی. خب این یه مثال خوبی شد از در واقع مقاله‌ای که خوب نگارش شده و میتونه برای ما خیلی آموزنده باشه. اگه موضوعتون مثلا راجع به کشت سلولی، سرطان یا اینجور چیزاست، میتونید از همین قالب این استفاده کنید. نمیگم جملات اینو کپی کنید، مثل اینا با استایل اینا، اپروچ اینها بنویسید، کار خوبی است. اصلا یکی از تکنیکایی که من خیلی از بچه‌ها میگم، بخصوص کسی که اولین بارشونه، میگم بگردید یه مطالعه مشابه کار خودتون پیدا کنید. حالا یکی هست دیگه، نه عیناً همون، مشابه کار خودتون پیدا کنید، بشینید مثل اون بنویسید، نه اینکه جمله ها رو کپی کنید، اشتباه فرض نکنید. نه مثلا نگاه کنید مقدمه شون رو چجوری نوشتن، اومدن به این پرداختن، این پرداختن، این پرداختن. شما هم به همونها ولی در قالب بیان جدیدتر با خلاقیت خودتون، مثلا جمله مثلا راجع به هایپرتنشن مقالتون، تاثیر داروی جدید، شما اول بیاید پاراگراف اول تاثیر داروی جدید رو بگید، بعد بیاید راجع به پاتوفیزیولوژی ببخشید هایپرتنشن بگید الی آخر. حالا شاید تو مقاله مشابه شما اول راجع به پاتوفیزیولوژی دیابت گفته باشم، بعد تاثیرات داروهای جدید. میگم قالب رو یاد بگیرید، پیاده کنید و مثل اونا بنویسید. این کار نه تنها عیبی نداره، بلکه گزارش اخباری کار شما، اعتبار و اکسترنال ولیدیتی کار شما رو میتونه بالا ببره، به خصوص موقعی که یه جاهایی رو خوب مطمئن نیستی. ببینید اونا چجوری نوشتن، شما هم مثل اونها با قالب و رویکرد اونها پیش برید، که این کار خیلی کار درستی هم میتونه باشه. پس این یه توصیه خیلی خوب، و البته میگم کپی نکنید جملاتشون رو، سه بار دارم تکرار میکنم، این کار پلاجریزم داره و جرمه، اصلا این کار اشتباهه. من دارم اینو میگم که قالب رو یاد بگیرید و از اون پیروی کنید برای
مقالتون و اینکه این کار احتمال چاپ مقالتون رو تو همون مجله هم بالا میبره. بسیار خوب، ممنونم که ویدیو رو تا این قسمت تماشا کردین. اگر سوال یا نکته ای هست بفرمایید و اگر موضوعی پیشنهادی دارید برای بررسی مقاله، چه فارسی چه انگلیسی، یا مقاله ای هست که دوست دارید بررسی کنیم یا از توش سوالی دارید، برامون تو کامنت ها بنویسین. خیلی ممنونم ازتون، خوب و خوش باشین.